دوستان درود بر شما به منظور پیشگیری از مشکلات گوارشی و احساس نفخ در مده بهتر است در انتخاب مواد غذایی دقت کرده همچنین مواد غذایی ناسازگار را با هم مصرف نکنید برخی میبه ها مانند طالبی و خربازه از میوههایی هستند که توصیه شود به تنهایی و بدون ترکیب با مواد غذایی دیگر مصرف شود بهتر از خربازه را با معده خالی مصرف کنید و پس از صرف غذای سنگین از مصرفان خودداری کنید همچنین بهتر از خربازه را با میوه های دیگر مصرف نکنید زیرا خربازه و طالبی زودتر از میوه های دیگر هضم می شوند و زمان هضم میوه های دیگر با این دو میوه متفاوت است و همین موضوع باعث گندی حرکت روده و هضم طولانی مدت می شوند. زمانی که خربازه و یا طالبی را با میوه های دیگر مصرف می کنید عملکرد مناسب سیستم گوارش کاهش پیدا کرده و باعث نفخ و جمع شدن گاز می شود. علاوه بر منع مصرف خربزه و طالبی با میوه های دیگر لازم است که در مورد مصرف این دو میوه و برخی مواد غذایی بسیار دقت کنید. به عنوان مثال ترکیب خربزه طالبی و ماست ترکیب نامناسبی است و همچنین مصرف این دو میوه با برخی مواد غذایی مانند ماهی و یا غذاهای پرچرب و سنگین توصیه نمی شود. همانطور که گفتیم حسب مواد غذایی مختلف کاملا با هم متفاوت است برخی مواد غذایی زود هضم می شوند و برخی دیگر مدت زمان بیشتری برای هضم دارد دقت کنید که مواد غذایی دیر هضم را با خربزه و طالبی مصرف نکنید به عنوان مثال مصرف برنج و یا گوشت های پرچرب و ماهی به علت سرد مزاج بودنشان هضم طولانی تری دارند بنابراین بهتر است این مواد غذایی با خربوزه و طالبی مصرف نشوند زیرا علاوه بر ناسازگاری حزم آنها ممکن است سبب مشکلات گوارشی و اختلال در عملکرد معده شود در صورتی که شما در حزم غذا دچار مشکل بوده و معده حساسی دارید بهتر است برای جلوگیری از اختلال گوارشی در مصرف همزمان این میوه ها با برخی مواد غذایی احتیاط کنید به یاد داشته باشید که میوه های مانند خربازه را با موز یا میوه دیگری مانند آناناس ترکیب نکنید زیرا این ترکیب ترکیب خوبی نبوده و اختلال ایجاد میکند توصیه میشود که میوه های شیرین مانند خربزه و طالبی را با میوه های اسیدی مصرف نکنید طالبی و خربزه را با مواد شیرین و میوه های شیرین دیگر نیز مصرف نکنید طالبی و خربازه را با نوشیدنی ها و مایعات مصرف نکنید همچنین طالبی و خربزه را با سبزی خام مصرف نکنید همراه با طالبی و خربازه مواد غذایی سنگین و پرچرب با پروتئین بالا نیز مصرف نکنید این مواد غذایی با هم در تضاد بوده و ممکن است باعث بروز مشکلاتی برای سیستم گوارش شود و نکته مهم این که با خربازه و طالبی آب نخورید بهتر است که قبل از وعده های غذایی بدن خود را هیدراته کنید و آب بخورید و حداقل سی تا شست دقیقه بعد از غذا دوباره صبر کرده و آب بنوشید در نظر داشته باشید که طالبی و خربزه خود حاوی آب بوده با مصرف آب زیاد همراه با آن معده شما را سنگین کرده و هضم را دچار مشکل می کند. طالبی و خربازه را با انبه نخورید گاهی اوقات عدم سازگاری برخی مواد غذایی و میوه ها با هم سبب بروز مشکلاتی می شود که گاهی بسیار مشکل ساز شده و حتی ممکن است خطراتی داشته باشد بنابراین باید در ترکیب مواد غذایی با یکدیگر دقت کنید خربزه و انبه در تب با هم متفاوت بوده و توصیه می شود که آنها را با هم مصرف نکنید و در آخر از قدیم گفتند که خربزه و اصل را با هم نخورید شاید دلیل آن این باشد که خربز و اصل نیز دو ماده غذایی هستند که دارای مزاج و طبع متفاوتی هستند توصیه شود که خربز و اصل را با هم مصرف نکنید زیرا ممکن است مشکلاتی برای شما ایجاد کند اگر شما هم تجربه در این مورد دارید یا ترکیباتی را میشناسید که نباید با هم مصرف شوند، لطفا در قسمت کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید و در صورت تمایل برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید